هیئت جمهوری اسلامی زیر سایه جنگ به دوحه می رود. سفر به منظور قطع جنگ یا هم توقف موقتی جنگ از راه آتش بس با طالبان. طالبان برای آتش بس 3 ماهه چراغ سبز نشان دادند، اما شرط های سنگین برای جمهوری اسلامی پیشنهاد کردند. شبیه رهایی 7000 زندانی این گروه از بند دولت افغانستان. عین حال از لیست تحریم های سازمان ملل متحد براین و حذف شو او لیست تا او آزادی کامل خود بگیره. یه خواست بسیار بسیار سنگین است که شو تأمین شد. هرچند منابع زمان سفر هیئت 11 نفری به ریاست عبدالله عبدالله به دوحه رو روز جمعه گفته بودند، اما به نظر می رسد هنوز روی آجندا تشکیل هیئت، صلاحیت و سرکردگی آن توافق نهایی صورت نگرفته است. در اینجا نماینده های کشورهای بزرگتر دنیا هم جمع است و از طالبان گفته شده کسانی می آیند. گرچه آخرین خبرهایی بود که چیزی اضافه تر از ملا برادر و شیخ عبدالحکیم کسی دیگه اونجا نخواد بود. قرار است همین هیئت پس از سفر دوحه به دعوت رسمی سران پاکستان به اسلام آباد برود. اینجاست که نقش اسلام آباد در تامین آتش بس 3 ماهه هم روشن خواهد شد. اساسا قطر میانجیگر خوبی نیست، به دلیل از اینکه عمدتاً سعی میکنه در ابتدا میانجیگری کنه، در صورت ای که این میانجیگری به نتیجه نرسه میره به سمت پشتیبانی کردن از طرف های درگیر. هرچند صف جمهوریت به گونه رسمی از اعضای مذاکره کننده جدید با طالبان چیزی نگفتن، اما از طرف طالبان منابع گفته است هیئتی که قرار است برای مذاکره یک روزه بنشیند ملا برادر معاون سیاسی این گروه رهبری خواهد کرد.